بکنین، چنانچه ما اینا قبلا کار کردیم. شما از صفحه 17 ساوند بانک صداها ببینید، بخش بابل ها، بخش وایس اند وایس ها همراه با مثال ها و ساوند اند اسپلینگ وردز، صدایی که معمول و بعضی هم غیر معمول در این قسمت استفاده میشه، تا صفحه 119 کتاب شما بخش کانسوننت ها ببینید که همه و همه شما دارین و چیزی که ما قبلا کار کردیم. فقط نیازه اون یک مرور دوباره هست که شما این رو بایستی که انجام بده. Okay, after that you have some words like cinema, arrive, رسیدن, sentence, if the home, September, ماه سپتامبر و جولای, ماه جولای. از شما چیزی که خواسته underline the stress syllable، همون زیر سیلابلی که فشار رو از او هست یا فشار میاره قدی سر تلفظ میشه و شما گفته مشخص بکنین، همون سیلابل یا هجار مشخص بکنین. چه کاری شما میتونین انجام بدن؟ revise and check، بازبینی و چک کردن. اوکی، این پارت 1، can you understand this text؟ متنی برای شما داده، گفته میتونین این متن بفهمین بخونین که خود شما شروع میکنین و این متن به پیش میبرین. موضوعاتی که در اخیر از دست داده میشه مطابق با این چیزی که شما در داخل یونیت میخونین و حالا باید شما این قابلیت داشته باشین یا توانایی داشته باشین که متن رو بخونین و ترجمه بکنین به راحتی. چون لغات از قبلا از من کار شده و اگر کدام لغات جدیدی هم باشه میتونین از استاد خود کمک بکنین و یا از یک دیکشنری. و برای اینکه ریدینگ شما هم همزمان با فعالیت هایی که دارین و گرامر و اسپیکینگ شما پیش میره، نیاز اینه که این متن هایی که شما دارین اینا با صدای بلند بیشتر و بیشتر تمرین داشته باشن به جریان درس ها که بتونن روخونی بهتری هم داشته باشن. اوکی، وی هاف Desiderius Erasmus was born in Rotterdam in Holland. شخصی که مشاهده میکنین به اسم Desiderius یا Erasmus، درسای پیشترم اگر یادتون باشه ما میگفتیم شاگردان Erasmus، گفتیم یک شخص خیلی مشهوری هست، یک پروفسور هست، همین شخص هست. میگه was born، متولد شده بود in Rotterdam in Holland، در روتردام کشور هلند. In 1466 or 1469، بین سالهای 1466 تا 1469. We don't know exactly when، تاریخ دقیق از او که چه سالی متولد شده رو نمی فهمیم. His mother and father died when he was 15 years old. مادر و پدر او فوت کردن زمانی که او 15 ساله بود. He went to school in Holland، او در هلند به مکتب رفت. Where he was a very good student of Latin، جایی که او یک شاگرد خوب به اصطلاح چی بود؟ لاتین بود. When he finished school he studied at the University of Paris، وقتی که او مکتب را ختم کرد او مطالعه کرد یا درس خور ادامه داد در دانشگاه پاریس. Later he worked as a teacher there for some years، بعدن او در آنجا کار کرد به حیث استاد برای